سلام عرض می کنم خدمت بینندگان عزیز و محترم. با مسابقه با جام جهانی تا جام جهانی در خدمتتون هستیم. با روال مسابقه آشنا هستید، برای همین یک راست می‌ریم سر مسابقه. دستا روی زنگ. غزال تیزپای فوتبال کشورمون لقب کدام یکی از فوتبالیستای کشورمون هست؟ هیچ کدام از شرکت کنندگان عزیز نمیدونن؟ ببخشید، شما قرار بود سوالاتتون تخصصی و در مورد فوتبال باشه. خب بله، الان گفتی شیر و آهو. نه، من خدمتتون عرض کردم غزال تیزپای فوتبال ایران. حالا غزال و آهو با هم چه فرقی میکنه؟ عزیز من، ما بازیکن فوتبالیم، فوتبال میشناسیم، نه عزیز شناس که نیستی. نه عزیزم، ببینید، غزال تیزپای فوتبال ایران لقب یکی از فوتبالیست های عزیز کشورمونه. ما نام اون فوتبالیست رو میخوایم. غزال یالدار کوهی که نسلش رو به انقراضه. نخیر، اشتباهه. ببینید، رشته ای که ما داریم در موردش صحبت میکنیم فوتباله. شما یه جوری باید غزال تیزپا رو به فوتبال مربوط کنین. شیرهای کامرون. خب خوشحالم که شما متوجه شدید. ببینید، غزال تیزپا رو باید به فوتبال ربط بدین. من یه راهنمایی میکنم شما رو. ببینید، ما در حوزه فوتبال داریم صحبت میکنیم. اسم کوچیک این فوتبالیست عزیزمون خداداد هستش و ایشون گل بسیار مهمی رو برای صعود تیم ملی فوتبال کشورمون به جام جهانی 1998 به ثمر رسوندن. فرشاد پیوس. عرض کردم اسم کوچیکشون خداداده. خداداد پیوس. آفرین، به اسم کوچیکشون درست اشاره کردید. شرکت کنندگان عزیز، توجه داشته باشید در نام و نام خانوادگی این فوتبالیست محترم کشورمون کلمه عزیز یا عزیزی در نام خانوادگی ایشون وجود داره دیگه. عزیز اصلی. ببینید، دارید نزدیک میشید. این فوتبالیست مهم کشورمون در واقع گلهای بسیار مهمی برای کشور ما به ثمر رسونده. زین‌الدین زیدان یا زیزو. بسیار متاسف هستم نتونستید اشاره درستی داشته باشید. خداداد عزیزی هست پاسخ این سوال. شما اگر به علی دایی هم اشاره می کردید، ما می تونستیم یک امتیازی رو در نظر بگیریم. سوال بعدی ما چهار گزینه‌ای هست. شما باید به یک گزینه درست از این چهار گزینه اشاره کنید. سوال این هست: بازیکنان بعد از به ثمر رسوندن گل معمولاً چه واکنشی از خودشون نشون میدن؟ الف، شادی و خوشحالی. ب، ناراحتی و غصه خوردن. جیم، پشیمانی و ندامت. دال، تعجب و سکوت. بازی با نتیجه 0-0 تموم شده و مساوی شدن و طبعا چون گلی از دروازه رد و بدل نشده بعد هیچ عکس العملی ندارن. کدوم بازی؟ ها؟ شما کدوم بازی رو داریم میگین؟ میشه یکم راهنمایی کنید؟ عزیزم ببین، چهار گزینه ای هستش. شما باید یک گزینه صحیح رو از این چهار گزینه انتخاب کنید. خداداد عزیزی. منظورتون چیه؟ جواب سوال قبل رو دادم. واقعا خیلی خوب اشاره کردید، به درستی به سوال قبلی اشاره کردید. الان باید جواب این سوال رو به ما بدید. شما بازیکنان بعد از گل چه واکنشی از خودشون نشون میدن؟ معذرت میخوام، سوال شما اصلا اشتباهه. چرا؟ ببینید، وقتی بازیکن گل میزنه و گل به دروازه خودشون میزنه، بله، اینجا دو تا از گزینه‌ها درست از آب در میاد. یکی پشیمانی و ندامت، یکی ناراحتی و غصه خوردن. پس شما در گمراهی کاملید. الان شما استثناءن حالتی رو در نظر بگیرید که به تیم حریف گل زده شده. بازیکنی که گل زد لباسشو در میاره و اخراج میشه از زمین. مورد کاملا درستی رو اشاره کردید، منتها چون توی گزینه های ما نیستش ما نمیتونیم امتیازی رو برای شما در نظر بگیریم. این مسابقه ما هم به پایان رسید. این بار برای بینندگان عزیزی که توی منزل نشستید و دارید ما رو نگاه میکنید، سوالی در نظر گرفتیم که میتونید جواب درست رو برای ما به آدرس ما ارسال فرمایید و به شما جایزه بدیم. سوال این هستش: در جام جهانی 1974 چه تیمی به چه تیمی در فینال گل زد و قهرمان جام جهانی 1974 شد؟ آلمان به هلند گل زد، 2-1، 2-1 آلمان قهرمان شد. کاملا درسته. برای بینندگانمون در منزل هم این دفعه ما سوالی نداریم. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار. جانم ببخشید، میشه با هم مشورت کنیم؟ با کی؟ با چهارتا با هم. در چه مورد؟ میشه راهنمایی کنیم؟